تهران. 30 مهر سال روز اعلام ریاست جمهوری مریم رجوی برای تحقق بهاران آزادی مبارک باد. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی. شهرهای میهن. گرامی داشت 30 مهر. دموکراسی، آزادی با مریم رجوی. برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه به پا خیزید. مهر 1396. واشنگتن. کنفرانس در کلوپ ملی مطبوعات آمریکا با حضور نیوت گینگریچ رئیس پیشین کنگره و کاندیدای ریاست جمهوری. سیاست جدید آمریکا در قبال دیکتاتوری آخوندی. تأکید گینگریچ بر لزوم حمایت از مقاومت مردم ایران برای آزادی. ریاض. سفر ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به عربستان. خبرگزاری فرانسه. تیلرسون در یک دیدار سرفصلی بین عربستان و عراق به منظور تقویت روابط دو کشور و مقابله با نفوذ منطقه‌ای رژیم ایران شرکت کرد. آسوشیتد پرس. ریکس تیلرسون به عربستان سعودی و عراق فشار می‌آورد تا جبهه متحدی را برای مقابله با نفوذ فزاینده رژیم ایران در منطقه تشکیل دهند. قیز رژیم از مواضع کشورهای اروپایی. کیهان خامنه‌ای. آمریکا و اروپا در اصل ضرورت مهار قدرت نظام وحدت نظر دارند و به زودی جبهه‌ای مرکب از این کشورها علیه نفوذ منطقه‌ای نظام ذیل واژه تروریسم شکل می‌گیرد. تجمع اعتراضی مردم کوی رمضان اهواز به دنبال جان باختن 2 کودک بر اثر سقوط تخت سنگ از تپه‌های اطراف منطقه. درگیری معترضان با ماموران سرکوبگر. حرکت‌های اعتراضی اقشار مختلف مردم به جان آمده علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی در تهران، اصفهان، فلاورجان، مازندران، عراق، آبادان، گرگان، سیستان و بلوچستان، همدان، هویزه و سردشت. توقیف یک کشتی حامل تسلیحات متعلق به رژیم آخوندی در سواحل یمن و بازداشت خدمه آن توسط گارد ساحلی یمن. گزارش CNN از تظاهرات مردم اربیل علیه رژیم آخوندی. CNN. مردم در اینجا معتقدند در میان نیروهایی که کرکوک و زمینهای دیگری را از کردها گرفتند، شبه نظامیانی تسلیح شده توسط رژیم ایران شرکت داشتند. فرماندهی پیشمرگان اقلیم کردستان عراق. در درگیری‌های روز 28 مهر 6 پیشمرگ شهید و 150 تن از مزدوران 8 شعبی عراق که توسط مزدور هادی آمری و ابو مهدی مهندس فرماندهی می‌شوند کشته و مجروح شدند. We'll be right back.
تبریک میگم به خلق محروم و در زنجیر وطنم، همان روزی که سکان کشتی آزادی تو دریای طوفان زده ایران به دست ناخدای دلسوز و از جان گذشته خواهر مریم عزیز سپرده شد. منم میخوام با استناد به شعار خواهر مریم بگم میتوان و باید این کشتی به ساحل آزادی و رهایی مردم ایران برسه. سی مهر تاریخ ایران روز مهمیه، روزی که ما واسه نبردمون در راه آزادی یه سرمایه بزرگ پیدا کردیم. اگه اون روزا کمتر میتونستیم اون موضوع رو درک کنیم، اما امروز با سالها تلاش خواهر مریم دیگه میشه مثل روز اینو دید. ما که اینجا زیر سایه شوم حکومت آخوندی هستیم، خیلی بیشتر نتیجه تلاش های خواهر مریم رو میبینیم. خوشحالم که بر قله های آزادی ایران چنین خورشید فروزانی می درخشه. به امید پیروزی، سی مهر مبارک. سی مهر رو تبریک میگم. خوشحالم از اینکه الگویی مثل خواهر مریم عزیز دارم، الگویی که همه زندگیمو عوض کرد و فهمیدم برای آزادی ایران میشه به خورشید امید داشت که توی این روز طلوع کرد و بالاترین سرمایه زندگی یعنی امید و آزادی رو در من زنده کرد. من راه و رسم ایستادن از ایشون آموختم. واسه من به عنوان یه زن دیدن خواهر مریم یعنی این که میشه همه زنجیرهایی که آخوندها با حاکمیت زن ستیزشون میخوان به دست و پای ما ببندن رو پاره کرد و علیهشون شورید. بازم تبریک میگم امروز و به خودم و به خلق رحمان. سی مهر روز انتخاب خواهر مریم به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت رو به همه ایرانیان در داخل و خارج کشور تبریک میگم. به امید پیروزی و سرنگونی این نظام زن ستیز و آمدن خواهر مریم به ایران. با سلام و درود، ما برای رسیدن به آزادی همه چیز داریم. سلام میکنم و درود میفرستم به خانم مریم نجابی عزیزم و همینطور به همه هموطنانم در همه دنیا. سی مهر این روز خودسته و مبارک رو به همه مردم ایران به خصوص زنان دلیر ایران تبریک میگم. سی مهر روزی هست که روبروی ارتجاع خونخوار خمینی که زن ایرانی رو میخواست نادیده بگیره و تحقیر کنه، قله فتح شد و روی اون زن ایرانی به بامش ایستاد. فریاد میزنیم که میتوان و باید، میتوان و باید که این رژیم قرون وسطایی زن ستیز رو به گور تاریخ فرستاد. انتخاب خانم مریم رجبی درست روبروی پلیدی فرستتیزانی حکومت آخوندی برای من زن ایرانی باعث غرور و سرشار از افتخاره. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. با سلام و درود به مجاهدین خلق ایران، رهبر مقاومت، شیر همیشه بیدار، برادر مسعود و خواهر مریم عزیزمون، من از طرف جمعی از هواداران مجاهدین در تهران سی مهر سال روز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت رو به همه اشرف نشانها در سراسر جهان تبریک میگم. خانم مریم رجوی نماد ایران آزاد فردا و مظهر همبستگی ملت ایران در مبارزه برای آزادیه. من از همین جا به همه هموطنانی که صدای من رو میشنوین میگم وقتشه که برای سرنگونی حکومت دیکتاتوری مذهبی آخوندا بلند بشیم و دست به دست همدیگه بدیم. مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی، زنده باد آزادی، سی مهر مبارک. آزادی دموکراسی با مریم رجوی، مهر ماه 96 حراج. مریم جان، ایران به انتظار توست. مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی، حراج مهر ماه 96. میان ما درا ما عاشقانی که تا در واقع شغل در کشانی، مقیم خانه ما شوچو سایه که ما خورشید را همسایگانی. خواهر مریم عزیزم، بی صبرانه انتظار روزی را میکشم که چشمهای زیبا و آفتابیت به سرزمین شبزده ما بتابد و شک ندارم آن روز غبار غم و درد از چهره رنجیده زن ایرانی، دختران فراری
و صورتهای اسیر سوخته خواهرانم شسته ای شود. و چه روز زیبایی است روز آزادی در کنار شما. سی مهر انتخاب رئی جمهور برگزیده مقاومت ایران را به همه به خصوص به دختران ایران زمینم تبریک می‌گویم. کنفرانس در کلوپ ملی مطبوعات آمریکا با حضور نیوت گینگریچ رئیس پیشین کنگره و کاندیدای ریاست جمهوری. سیاست جدید آمریکا در قبال دیکتاتوری آخوندی. واشنگتن 20 اکتبر 2017. The resolution is agreed to. Mr. Speaker. در کنفرانسی در کلوپ ملی مطبوعات در واشنگتن که توسط سازمان جوامع ایرانیان در آمریکا برگزار شد، نیوت گینگریچ رئیس پیشین کنگره و کاندیدای ریاست جمهوری درباره سیاست جدید ایالات متحده در قبال رژیم آخوندی و لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران، مسیر آینده و راه کارهایی که باید برای عملی کردن این سیاست اتخاذ کرد به سخنرانی پرداخت. این کنفرانس تحت مدیریت سفیر لینکلن بلومفیلد، مدیر کل پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی نظامی برگزار شد و شماری از نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک در واشنگتن، متخصصان امور خاورمیانه و ایران در اندیشکده‌ها و بانک‌های فکری و خبرنگاران رسانه‌های گروهی آمریکایی و بین‌المللی در این برنامه حضور داشتند. توجه شما را به گزارشی از این کنفرانس جلب می‌کنیم. Thank you all for being here. My name is Majid Salishpour. I'm the political director for Organization of Iranian American Communities. We are an organization of Iranian Americans spread across 40 states in the United States. Our goal is to promote a democratic, free, secular republic in Iran, which we believe is in the best interest of the United States, the global community, and the people of Iran.
With the advent of the U.S. policy announcement on Iran, we believe U.S. policy needs to keep in mind the aspirations of the people of Iran. Thank you all for coming. I'm Lincoln Bloomfield, and I have the high honor today of introducing our special guest and having a conversation with him after his remarks. This is an ironic task because Newt Gingrich is known to everyone in this town and everyone in this country. He's quite famous and deservedly so, former Speaker of the House. He's well known originally for bringing the Republicans back into the House of Representatives as a majority in 1994, campaigning on the Contract with America. And I think it's worth mentioning the Contract with America because there's another group, which is Iranian in heritage, which has their own 10-point plan. So I see a similarity here. Newt Gingrich is a Fox News contributor, senior advisor at Dentons, the world's largest law firm, senior scientist at Gallup. He was a candidate for President of the United States. He's the author of 27 books and has done numerous media events, which is why he's so well known. He has had a particular interest in the future of the U.S. healthcare system and has received high awards from the American Diabetes Association, March of Dimes. He launched the Center for Health Transformation in 2003. Very much of a Renaissance thinker, very broad gauge, an ideas person, and something that Washington has benefited from and continues to benefit from. Ladies and gentlemen, please welcome Newt Gingrich. Thank you. Well, thank you, Lincoln. Thank you all for coming out today. This is a very interesting time. I think that the president, in his October 13th decision and speech to not recertify, actually, I think, followed just about exactly the right path. He didn't break out of the agreement, but he communicated that the agreement was vulnerable. He also reminded all of us that the agreement's not just about nuclear weapons, but that the way the Corker-Cardin bill was written, part of decertification can be a function of national interest and a function of activities other than the nuclear program. And I think in that sense, it was a watershed event for him to say, this is not going well enough for me to be able to certify as president, that it's in our national interest to continue it. But at the same time, I think it was prudent to not leave the agreement, but rather to say the agreement has to be revisited, it has to be rethought, and it may well have to be renegotiated. This is, in the end, not about the nuclear program. This is about a regime which just, I think, 3 or 4 weeks ago, the parliament, in passing a defense bill, was chanting death to America. Now, as a historian, I am always leery when I see dictatorships that use certain kind of language. You know, one of the reasons that Churchill understood Hitler is he actually is probably the only British parliamentarian of his generation who read Mein Kampf, because he understood that, in fact, Hitler was not somebody that you could negotiate with, compromise with, because he represented such a terrible future. Well, we've gone through a long, elaborate process in the Western world of trying to continually re-explain the Iranian dictatorship. And let me emphasize, first of all, it's a dictatorship with a facade of democracy. But if you're not part of the dictatorship and you're not acceptable to the dictator, you can't run. And therefore, to pretend that the elections actually offer any serious choice to the Iranian people is simply a fantasy. And so I think what President Trump did in his decision, and I thought this was a very important moment for his administration. I think if he had said, gee, and remember, he'd gone to the United Nations and he had made a speech which had probably the strongest condemnation of Iran, of the Iranian dictatorship, ever uttered at the United Nations. For him to then turn from that and passively certify would have made a mockery of everything he had said. And what he said was very strong. But instead, by decertifying, he signaled that he was actually listening to his own words.
and then maybe the rest of us should also listen to his words. And then if you look at the decertification speech, which I think without question is the most methodical outline of how bad the dictatorship is that any American senior leader has ever uttered. I mean, it's quite a remarkable speech. And what it tells you is that in the long run, it is not just in the interest of the United States to find a better way to do inspections or to find some other device that allows us to continue with the current agreement. It is in the long run in the interest of the United States to find a way to replace the dictatorship. That as long as that dictatorship is in power, as long as it is able to spend money, as long as it's able to project terrorism around the world, it is ultimately a mortal danger to the United States. And, of course, it is a terrible thing for the Iranian people. I mean, we have a dictatorship which in 1988 killed 30,000 people, something which, for some reason, the New York Times and the Washington Post don't find to be horrifying. I mean, it is a fantasy to suggest that the dictatorship would survive without repression. And so you have a repressive dictatorship which projects power all the way to the Mediterranean, has plans to build a port in Lebanon that it would control, has plans to build missile factories in both Syria and Lebanon. I mean, we have no models for how you deal with a threat on this scale. And it's all going to get worse. And so I think what the president has begun, particularly by extending beyond talking about the nuclear agreement, by talking about the IRGC, and beginning to say, look, here is the heart of the problem. It is a Revolutionary Guard Corps dedicated to terrorism. It's a Revolutionary Guard Corps dedicated, and this goes all the way back against the Americans, to the 1979-1983 period. From the perspective of the Revolutionary Guard Corps, they've been at war with us even if we weren't aware that we were at war with them. And so I think you've got to see it in that context. I think the Treasury took the first step in beginning to designate the Iranian Revolutionary Guard Corps as a terrorist organization. I think that step, and this will be one of the great challenges the president faces across the whole government, that you can make big decisions at the top, but you then have to find ways to get a bureaucracy that actually implements them in an aggressive, effective way. And I think that it's perennially a challenge when you have a system our size outside of a war the size of World War II. The bureaucracies are very cumbersome, very slow, very often under. The thing you want to do is understaffed, and the thing you no longer want to do is overstaffed, but you can't figure out how to get rid of the overstaffed part to be able to transfer the resources to build up the understaffed part. And so I think the administration is going to have a period here of coming to grips with how do they effectively implement the president's directions. And part of it's going to be at Treasury, where I think they have the potential to really dramatically weaken the Iranian Revolutionary Guard Corps if they apply the resources to it and if they're tough-minded and extend it to all of the institutions. I mean, the Iranian Revolutionary Guard Corps is a large part of the Iranian economy, and if, in fact, we're serious about isolating them and restricting them, we're going to have a huge impact that ripples back through the entire Iranian economy. So this is an example of the sort of thing we have to think about. I also think that we have to look at, and this is a real sea change. I mean, I've been actively involved in this, including involvement in trying to defend the good name of the National Council of Resistance of Iran and the MEK all the way back to when I was Speaker. Because basically the Iranian dictatorship ran a false flag operation to set up a totally phony designation, which the State Department bureaucracy went along with. So for a long period of time, we were willing to listen to the actual dictatorship while not listening to the resistance, even though the resistance was trying to tell us the truth about the dictatorship, which was lying to us. And we've gradually worked our way back. And some of you have been involved in this for your entire adult lifetime, and you know that this has been a very difficult, at times, at places like Camp Liberty and Camp Ashraf, a very painful process. But I think that we are beginning to move in the right direction. And I hope that this administration will now, as part of this process of beginning to unravel both the IRGC and then ultimately the dictatorship, will reach out in a much more collaborative way
to coordinate information and to coordinate advice and to find ways to work together. Because I do believe that, in fact, the National Council of Resistance of Iran has a tremendous potential. And I also want to say that I believe that Mrs. Rajavi has done an amazing job of leading an organization through a very long, very difficult period. I think that she is one of the examples of a symbol of resistance to the dictatorship that would have a huge impact across the whole country and would also send an important signal to Europe about the way in which our policies are moving. So I think these are dangerous times. I think between the North Korean crisis and the Iranian challenge, particularly the Iranian challenge in southern Lebanon and southern Syria, that we may well have. But I do think that the president began that process and that he deserves a great deal of credit for having been willing, one, to insist on decertification, and two, twice now, both at the United Nations and in his speech about decertification, telling the truth vividly and clearly and decisively about the Iranian dictatorship in a way that no senior American political leader has ever done before. So I give the president real credit for having started to move in the right direction. And it's a direction, frankly, that almost every senior American military leader understands, because they are infuriated that the Iranians have been routinely helping kill Americans and have paid virtually no cost for it, whether you go all the way back to the Marines in Lebanon in the 80s, or you look at what the Iranian equipment that was coming into Iraq and being used for IEDs. It clearly was manufactured in Iran and was being sent in for the purpose of killing Americans. So I think you'll find that the senior military is very willing to work in a diligent, direct way to undermine and isolate the Revolutionary Guard and to begin the process of rolling back the Iranians out of places like Lebanon and Syria, and ultimately replacing the dictatorship with a popularly elected government. So I'm strategically optimistic. I think it's an enormous amount of work ahead of us, but I think it is doable, and I think the tide of history is with freedom. It's not with the dictatorship. And that's why, despite occasional setbacks, I think in the long run, we will get stronger and they will get weaker. But thank you all very much for coming out. I think this is a very important time and an extraordinarily important topic. Great. Thank you. بینندگان گرامی، سلام بر شما. ادامه خبرهای این ساعت رو با آگاهیتون میرسونیم. آسوشیتد پرس درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به عربستان گزارش داد. رکس تیلرسون به عربستان سعودی و عراق فشار می‌آورد تا جبهه متحدی را برای مقابله با نفوذ فزاینده رژیم ایران در منطقه تشکیل دهند. تیلرسون به همراه پادشاه عربستان و نخست وزیر عراق در اجلاس افتتاحیه کمیته هماهنگی عربستان عراق شرکت کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز در این رابطه نوشت رکس تیلرسون در یک دیدار سرفصلی بین عربستان و عراق به منظور تقویت روابط استراتژیک بین این دو کشور و مقابله با نفوذ منطقه‌ای رژیم ایران شرکت کرد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق و ملک سلمان پادشاه عربستان اولین جلسه شورای هماهنگی عربستان عراق را که هدفش تقویت همکاری بعد از سالها تنش میان دو کشور است برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه ملک سلمان گفت ما در منطقه با چالش‌های جدی در اشکال افرادگرایی، تروریسم و تلاش برای بی‌ثبات‌سازی کشورهایمان مواجهیم. این تلاش‌ها مستلزم توجه کامل ماست. خبرگزاری فرانسه اضافه کرد عراق در رابطه با روابط نزدیکتر با ریاض در پی منافع اقتصادی است. عربستان هم به دنبال مقابله با نفوذ رژیم ایران در عراق است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با عادل جبیر وزیر خارجه عربستان گفت سپاه پاسداران منطقه را به نابودی کشانده است. وی تاکید کرد تمامی کسانی که با سپاه پاسداران رابطه تجاری دارند با خطر بزرگی روبرو هستند. امیدوارم کشورهای اروپایی برای ایستادن در مقابل رژیم ایران و سپاه پاسداران در منطقه
به آمریکا بپیوندند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت: من در ریاض با مقامات عربستان درباره نقش بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه بحث و گفتگو کردم. امیدواریم شرکت‌های اروپایی به سازوکار تحریم‌های اعمال شده بر رژیم ایران بپیوندند. در این کنفرانس مطبوعاتی عادل جبیر گفت با وزیر خارجه آمریکا درباره بحران قطر و سوریه و مبارزه با افرادگرایی و تروریسم و خطر رژیم ایران گفتگو کردیم. یک مهره حکومت آخوندی با اشاره به گیر افتادن رژیم در تله اتمی هشدار داد که فعالیت مجاهدین برای سرنگونی رژیم آخوندی بی سابقه و صد چندان شده است. موسویان عضو سابق هیئت مذاکره کننده اتمی رژیم در روزنامه حکومتی اعتماد نوشت ضد انقلاب برانداز به رهبری مجاهدین فعالیت‌های خود را صد چندان کردند و این جبهه ضد نظام با استفاده از پایگاه و نفوذ جناح نئوکات‌های آمریکا از قدرت تأثیرگذاری و مانوری برخوردار شدند که در تاریخ حدود چندین دهه‌های روابط ایران و آمریکا بعد از انقلاب بی سابقه است. با اعلام استراتژی جدید در مورد ایران به نظر می رسد که فتنه همسایه در تغییر استراتژی تعامل به تقابل با نظام در واشنگتن موفق بوده است. کیهان خامنه‌ای در مطلب اصلی خود با عنوان برجام منطقه اروپا علیه نظام نوشت کشورهای اروپایی معتقدند آنچه رئیس جمهور آمریکا در درون برجام دنبال آن می‌گردد در کنار برجام قرار داشته و به اندازه خود برجام مشروعیت دارد و الزام آور می‌باشد، یعنی قطعنامه 2231 و بیانیه مشترک کشورهای 5 به علاوه 1. آمریکا و اروپا از آنجایی که در اصل ضرورت مهار قدرت رو به افزایش منطقه‌ای نظام وحدت نظر دارند به زودی به توافق می‌رسند و همانطور که به طور ضمنی در نطق روز جمعه 21 مهر ماه ترامپ آمد، جبهه دوباره مرکب از این کشورها علیه نفوذ منطقه‌ای نظام ذیل واژه تروریسم شکل می‌گیرد. آنان گمان می‌کنند در ایران دولتی بر سر کار است که در برابر فشار تسلیم می‌شود. این البته تصور درستی نیست. کیهان خامنه‌ای در مطلب دیگری با عنوان اروپا شریک دزد است نظام را از چاله به چاه نیندازید نوشت امید بستن به اروپایی ها برای در امان ماندن از تهدید آمریکا افتادن از چاله به چاه و به عبارتی در دام شغال افتادن از حراس چنگ و دندان نشان دادن گرگ است. کیهان خامنه ای با اشاره به باند رقیب نوشت برای آنان در حقیقت برجام نه به عنوان عاملی برای لغو تحریم ها بلکه نقشه راهی برای نرمالسازی نظام است. به همین دلیل است که تاکنون تقریباً و تحقیقاً هیچ دستاوردی نداشته است. در حال حاضر دو گروه سهلندیشت و مأموریت دار با بازی در پازل دشمن نقش جاده صاف کن طرح‌های مغایر با منافع نظام را ایفا می کنند. یک روزنامه دیگر این باند نیز خطاب به حامیان برجام در درون رژیم نوشت آنان همچنان همان رویکرد برجامی و مذاکره و معامله با نظام سلطه را دنبال می کنند. امضای اسنادی چون BC یا رفتن زیر بار استانداردهای FATF یا تلاش برای عضویت در سازمان تجارت جهانی در واقع تکرار همان مدل برجام است. اما تعمیم مدل برجام به حوزه های دیگر در عین اذعان به بیفرجامی و شکست آن در یک آزمایش بزرگ و پرهزینه در ذات خود متناقض است. ولایتی مشاور امور بین المللی خامنه‌ای بر ادامه دخالت در کشورهای منطقه‌ای اصرار کرد و مدعی شد اروپا حق ندارد در این باره دخالت کند. جمهوری اسلامی جزی از منطقه است. ولایتی با تاکید بر ادامه فعالیت‌های موشکی گفت این جزء خط قرمز ماست و بحث دفاعی چه موشکی و چه غیر موشکی ربطی به بیگانگان ندارد. پاسار محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت آخوندی به شلیک موشک‌های کشتار جمعی به هتل رشید بغداد محل استقرار دیپلمات‌ها در جریان جنگ ضد میهنی خمینی اعتراف کرد و گفت به محض اینکه عراق موشک به ایران زد ما پاسخش رو دادیم در بغداد و هتل الرشید رو زدیم.
هتل الرشید هم محل در حقیقت بسیاری از این دیپلمات‌ها و کسانی که می آمدن عراق بود، به طوری که اون هتل دیگه کاملا تخلیه شد. هتل کاملا تخلیه شد. ظرف دو ماه ما موشک‌ها رو اندازی کردیم. همون موقع من یک نامه‌ای نوشتم خدمت هست امام که کل ماوقع رو من تو این نامه آوردم. در حقیقت این نامه یک ماه بعد از موفقیت ما در راه اندازی موشک‌های لیبیایی بوده که در این نامه من نوشتم خدمت امام که دولت مردان لیبی با نظر شوروی‌ها از شلیک موشک‌ها جلوگیری کردن و رفتن سفارت خونه، ولی دوستان ما موشک‌ها رو خودشون راه اندازی کردن و اولین موشک رو با موفقیت ما به سمت بغداد شلیک کردیم و الحمدلله به هدف خورده. ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. در پی مرگ جانگداز دو کودک بر اثر سقوط تخت سنگ از تپه‌های اطراف منطقه حاشیه‌نشین کوی رمضان اهواز، اهالی این منطقه در مقابل شهرداری رژیم در این شهر اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند و با نیروهای سرکوبگر انتظامی که در محل حاضر شده بودند درگیر شدند. به اعتراف کارگزاران رژیم، در اثر حادثه مذکور دو کودک 4 و 5 ساله جان خود را از دست دادند و 4 تن نیز مجروح شدند که به خاطر شدت جراحات به بیمارستان منتقل شدند. یکی از معترضان گفت تا کنون چندین بار موضوع احتمال ریزش صخره را اعلام کرده ایم ولی هیچ رسیدگی صورت نگرفته است. از بحث جابجایی واحدهای مسکونی در معرض خطر هم خبری نیست. به گفته مقام‌های رژیم در خوزستان، شمار حاشیه نشینان در این استان به حدود 800 هزار تن بالغ می شود که بیش از نیمی از آنها در مناطق حاشیه نشین اهواز به سر می برند. طی روزهای شنبه و یک شنبه کارگران و سایر اقشار محروم میهنمان در شهرهای مختلف علیه سیاست‌های ضد مردمی رژیم تجمعات اعتراضی برگزار کردند. برخی از این اعتراضات عبارتند از تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی در شهرستان فلاورجان اصفهان در اعتراض به مشکلات بیمارستان، تجمع جمعی از کارگران شرکت ریختگری آذرین اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت 16 ماه حقوق عقب افتاده و مطالبات یک سال گذشتهشان، اعتصاب کارگران صنایع چوب و کاغذ مازندران در اعتراض به اخراج صدها کارگر و عدم پرداخت دستمزد 3 ماهه کارگران، تجمع اعتراضی شماری از کارگران شرکت هپکوی عراق مقابل استانداری، تجمع اقشار جوانان بیکار مختلف در 7 نقطه کشور از جمله در سیستان و بلوچستان، آبادان، گرگان، اصفهان، همدان، فلاورجان و هویزه. در آبادان جوانان بیکار علیه مقامات رژیم در این شهر شعار سر دادند. تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در اعتراض به نابسامانی‌های این دانشکده، تجمع اعتراضی مردم سردشت در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر در اعتراض به کشته شدن یک جوان کولبر توسط مزدوران رژیم، نیروهای سرکوبگر هنگ مرزی رژیم در اطراف روستای بیتوش سردشت به سوی گروهی از کولبران محروم کرد شلیک کردند که در نتیجه یک کولبر از ناحیه سر مورد هدف قرار گرفت و جان باخت. خبرها را ادامه میدیم. تلویزیون CNN در گزارشی از تظاهرات مردم اربیل در اعتراض به اشغالگری رژیم آخوندی و شبه نظامیان تحت حمایت سپاه پاسداران گفت این دومین تظاهراتی است که ما شاهد آن بودیم. CNN افزود بسیاری از مردم در اینجا معتقدند در میان نیروهای عراقی که کرکوک و زمینهای دیگری از کردها را گرفتند شبه نظامیانی بودند که توسط رژیم ایران حمایت و تسلیح شدند. العربیه نیز درباره تظاهرات در اربیل علیه رژیم آخوندی گزارش کرد
در اعتراض به حملات و جنایات سپاه پاسداران و شبه نظامیان هشت شعبی وابسته به رژیم ایران به کرکوک و سایر مناطق، به کنسولگری این رژیم در اربیل حمله کردند و پرچم رژیم آخوندی را پایین کشیدند. سایت کردستان 24 روز 30 مهر گزارش داد شاخوان عبدالله عضو پارلمان عراق با انتشار ویدئویی از آزار و شکنجه مردم کرکوک از سوی شبه نظامیان هشت شعبی وابسته به رژیم ایران خبر داد و در صفحه فیسبوک خود نوشت در پی اشغال کرکوک و توسخورماتو بیش از 150 هزار تن از شهروندان کرد به اربیل و سلیمانیه آواره شدند. سایت تلویزیون کردستان 24 روز 29 مهر نیز نوشت شیخ جعفر شیخ مصطفی فرمانده نظامی یکتی که فرمان عقب نشینی از کرکوک را داده بود اعلام کرد با فل طالبانی یکی از پسران جلال طالبانی خیانت کرد و ما به طور تاکتیکی عقب نشینی کردیم و خاک خود را پس خواهیم گرفت و برای جلوگیری از جنگ داخلی عقب نشینی کردیم. در رابطه با درگیری‌های روز 28 مهر در مناطق اطراف کرکوک، فرماندهی پیشمرگان اعلام کرده است که 6 پیشمرگ شهید و 150 تن از مزدوران هشت شعبی عراق که توسط مزدور هادی آمری و ابو مهدی مهندس فرماندهی می‌شوند، کشته و مجروح شدند. المخلافی وزیر خارجه یمن گفت دخالت‌های رژیم ایران تهدید امنیت منطقه و باعث دامن زدن به ناآرامی در آن است. وی بعد از دیدار با دیوید ساترفیلد معاون وزارت خارجه آمریکا گفت رژیم ایران خواهان حاکم کردن ارتشی از شبه نظامیان بر یمن است تا هرج و مرج در این کشور ادامه یابد. وزیر خارجه یمن از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای دستیابی به صلح حمایت کرد. دولت یمن اعلام کرد یک فروند کشتی متعلق به رژیم آخوندی در سواحل این کشور توقیف و 19 خدمه آن بازداشت شدند. رویتر گزارش داد احمد عبید بندقر نخست وزیر یمن با انتشار پیامی در حساب توییتری خود تاکید کرد یک فروند کشتی متعلق به رژیم ایران هنگام عبور از آبهای ساحلی یمن توسط گارد ساحلی این کشور توقیف و خدمه آن بازداشت شدند. مقام‌های یمنی اعلام کردند کشتی توقیف شده حامل سلاح‌های متعلق به رژیم ایران برای تحویل به شبه نظامیان حوثی بوده است. به دنبال تصمیم دولت مرکزی اسپانیا برای برکناری دولت محلی کاتالونیا، رهبر این منطقه کارلس پویچدمون گفت که به تصمیم دولت تن نخواهد داد. چرا که این تصمیم برخلاف خواسته مردم کاتالونیا و پیشنهاد انجام مذاکره است. وی گفت که اقدام دولت اسپانیا بدترین حمله به نهادهای کاتالونیا از زمان حکومت ژنرال فرانکو محسوب می شود. روز شنبه ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا از سنای این کشور خواست مقامهای ارشد دولت محلی کاتالونیا را برکنار کند و سنای این کشور اختیارات پارلمان کاتالونیا را محدود کند. در همین حال وزیر خارجه اسپانیا گفت که دولت این کشور قصد دستگیری کسی را ندارد. بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا در انتخابات پارلمانی ژاپن، ائتلاف حاکم به رهبری شینزو آبه نخست وزیر کنونی این کشور بیشترین آرا را به خودش اختصاص داده است و انتظار می‌رود حدود 2/3 کرسی‌های پارلمان را تصاحب کند. به گزارش رویتر، نخست وزیر ژاپن خواهان تغییر در قانون اساسی این کشور است تا ارتش نقش بیشتری را در دفاع از تهدیدات کره شمالی ایفا کند. در انتخابات ریاست جمهوری چک، آندری بابیس که از منتقدان اتحادیه اروپا است با اختلاف زیاد بر رقبای خود غلبه کرد. وی از اعضای حزب آنوست که 30% کرسی‌های پارلمان این کشور را به خود اختصاص داده است. آندری بابیس برای تشکیل دولت باید با سایر احزاب ائتلاف کند. وی گفته است برای تشکیل دولت با همه احزاب وارد مذاکره خواهد شد. و آخرین خبر این ساعت، به گزارش رویترز، پژوهشگر خلاق یک کارخانه مدرن راه اندازی کردند
که صرفاً با قدرت مغز و بدون دخالت دست انسان کار می‌کند. این امر انقلابی را در تولیدات صنعتی در چشم‌انداز قرار داده است. کارگران در این کارخانه با گذاشتن یک کلاه بیسیمی و حرکت در سطح کارخانه هر آنچه را که قبلاً با دست انجام می‌دادند، اکنون با تفکر و تصمیم گیری دستور انجام آن را صادر می کنند و تجهیزاتی که در کلاه تبیه شده با استفاده از امواج الکترومغناطیس ساطع شده از مغز این فرمان را تشخیص داده و به دستگاه ها منتقل می کنند. ادغام چند تکنولوژی که بررسی امواج الکترومغناطیس ساطع شده از مغز را ممکن می سازد پایه انقلابی است که قرار است جهشی در تولیدات صنعتی ایجاد کند. بینندگان گرامی، سیمای آزادی، این بخش خبری ما در همینجا به پایان رسید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همگی.